ایرانیان ساکن پاریس امروز بار دیگر در حمایت از معترضان در کشور تجمع اعتراضی برپا می کنند. طیف گسترده از گروه های سیاسی ایرانی و کنشگران و شخصیت های فرانسوی از این تجمع حمایت کردند. تجمع کنندگان قرار است از میدان رپوبلیک به سمت میدان ناسیون راه پیمایی کنند. همکارم اشکان صفایی از میدان رپوبلیک پاریس با ما همراهی می کنه. اشکان، به نظر می رسه که کم کم ایرانی ها دارن جمع میشن برای برگزاری این تجمع. درسته، علارغم اینکه هوا به شدت بارونی بود، الان حالا چند لحظه هست بارون قطع شده و تقریبا 20 دقیقه هم مونده تا ساعت دقیق شروع برنامه، اما همونطور که پشت سر من هم میبینید جمعیت نسبتاً بزرگی از ایرانیان در اینجا جمع شدن. باید گفت که طیف گسترده‌ای از گروه‌های سیاسی فراخوان داده بودند برای این تجمع، از هواداران پادشاهی تا جمهوری خواهان و تا چپا، و همچنین شمار زیادی از چهره‌های ادبی و هنری هم از ایرانی ها و هم از فرانسوی ها خواسته بودند که به شکل گسترده امروز مردم در این تجمع شرکت کنند. در کنار من یکی از شرکت کنندگان در این تجمع هست، خانم سپیده شکری که هنرمند سینما و تئاتر هم هستند. خانم شکری، شما یک عروسکی هم امروز ساختید و به این تجمع آوردید. میخواستم بگم که چطور این عروسک رو ساختید و نماد چی هست؟ بله، ممنون از حضور شما و پوشش این اخبار. این عروسک رو در واقع توی دو روز گذشته به همراه چند تن از دوستان دیگه ایرانی و افغانی، خانم مهناز و شکیبا، تهیه کردیم و هدفمون این بود که نمادی باشه از ایران، زن، زندگی و آزادی، و بتونیم این رو به دوستان فرانسوی و ایرانی نشون بدیم، در این تظاهرات یه همکاری هنرمندانه داشته باشیم. به هنرمندا اشاره کردید، واکنش هنرمندان فرانسوی رو به رخدادهایی که در ایران میگذره چطور ببینید؟ بسیار توجه کردن به این مورد. تقریبا میتونم بگم یکی از اولین بارهاست که همشون هم صدا دارن از این حرکت زنان و مردان ایرانی دفاع میکنن. بیانیه های مختلفی چاپ میشه، گروه های مختلفی اعلام همکاری کردن، حتی امروز هم احتمال حضور شخصیت های مطرح هنری فرانسه در جمع ما هست. و به عنوان یک هنرمند ایرانی، واکنش هنرمندان ایرانی به ویژه بازیگران هنرمندان سینما و تئاتر رو در ایران به این رخدادها چطور می‌بینید؟ خودتون مشاهده کردید اغلب دارن حمایت میکنن از این حرکت اخیر ایرانیان و این جای خوشحالیه. حتی با وجود تفاوت‌هایی که قبل از این اتفاق در بین هنرمندان وجود داشت، مواضع سیاسی برخی بسیار تغییر کرد، فکر میکنم الان زمان اتحاده. باید از این فرصت برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کرد و بعد برای آینده بهتر ایران تصمیم گرفت. الان فرصت خوبی است. بسیار ممنون. من این نکته رو بگم که در واقع این تجمع کنندگان قرار هست که از اینجا به میدان ناسیون در واقع راه پیمایی کنند. علاوه بر تجمع امروز در پاریس، تجمعی هم به صورت همزمان در شهر لیون فرانسه در حال برگزاری است. اتوزیت ممنونم اشکان، حتما در ادامه برخواهیم گشت به پاریس و در واقع جزئیات بیشتر و توضیحات بیشتر رو از تو خواهیم شنید. همکارم اشکان صفایی که از پاریس با ما همراهی میکردیم.